یا خانم کاویانی، ما تو این دوره صحبت میکنیم در مورد اینکه چطور وقتی که مقالت رو به زبان لاتین برگردوندی به اون داره ترجمه، چطور چک کنی گرامر رو احتمالا این مشکل داشته باشه، و بعد صحبت میکنیم که چطور مقالت رو قبل از ارسال یه چکی بفرماییم و اون اینکه صیغت ادبی مرتکب نشده باشه، چون بعضی موقع خانم کاویانی شخص خودش نمیدونه که دوچار چی شده، صیغت ادبی شده. دوره تو این داستان، تو این فیلم هایی که انشاءالله شما میبینید در ویدیو بعدی، شاید برسیم بعضی از دستورات آماری تو محیط SPSS توضیح بدیم، مثل رگرسیون، همبستگی، آزمون تی، آنالیز واریانس، توضیح نرمال، روای پایه، پرسشنامه و بسیار داستان هایی که خیلی تکنیکیه که بتونیم با خانم کاویانی توضیح بدیم خدمت شما. و در نهایت اینکه راه‌های پیشه روی شما قرار بدیم، خب که عنوان یک پژوهشگر بسیار حرفه‌ای، یک پژوهشگر بسیار با درایت و با تفکر، بتونید مقالاتی بنویسید که تأثیرگذار باشید بر رشته خودتون در مجامع بین‌المللی. تو این داستان یادم رفت خانم کاویانی باید قبلا میگفته اینکه و کلن شما را آشنا میکنیم که کنفرانس چیه، همایش چیه، سمینار چیه، کدام کنفرانس معتبره، مقالات رو به کدام کنفرانس بفرستی. درسته خانم کاویانی؟ بله. اینم باید توضیح بدیم، چون که بعضی از مجله ها حتی و کنفرانس ها هستن که درجه اعتباری ندارن، شما زحمت میکشین، هزینه میکنید و مقالاتتون رو ارسال میکنید، ولی بعد از اینکه چاپ میشه میبینید مورد قبول دانشگاه یا اون وزارت یا اون سازمانی که میخواستین مقالاتتون رو برای اونها ارائه بدین قبول نمیشه. و بعد تو این داستان به شما یاد بدین که چگونه داور مقالات ISI بشید و چگونه که مقاله رو داوری کنید و چگونه کامنت بذارید، که اگر دوست داشتی به عنوان دکترا، دانشجو دکترا، تحصیل تکمیل به این کار بپردازید، علاقمند بشید. و در نهایت در حینی که این ویدیوها رو توضیح میدیم و این مباحث رو میگیم، به شما یاد میدیم به صورت عملی که چطور مقدمه رو بنویسید، یعنی پس از اینکه درس دادیم یه مقاله باز میکنیم و شروع میکنیم به نوشتن. و مقالاتی هم که قبلا چاپ شده، این تمرین ها و این آموزش رو روی اونها پیاده میکنیم و ببینید. مثلا یه بخش اینتروداکشن رو درس میدیم خانم کاویانی، بهتره که ما مقدمه هایی رو که قبلا چاپ شده در دنیا بررسی کنیم، به تک تک این خوانندگان یاد بدیم که چطور می‌نویسن.